روز به روز داره فعالیت های سپاه هم از لحاظ حوزه کاری هم از لحاظ کمیتش گسترش بیشتری پیدا میکنه و برگشت به پادگان ها رو احتمالش رو ضعیفتر میکنه. بنابراین انگار تنها راهی مونده که سپاه واقعا برگرده به پادگان ها شاید همین تحریم ها باشه که سپاه تو اون تحریم ها باقی بمونه و من خودم خیلی موافق نیستم سپاه بیرون بیاد، ضمن اینکه اتفاقا تو شرایط فعلی که حالا این بحث سپاه جالبه که سپاه داره علنا نشون میده که موشک پراکنی ها کار خود ماست، یعنی همین موشک هایی که به اربیل زده شد و سپاه رسما بیانیه داد، چون تا حالا این گفته نمیشد. تا حالا مثلا ما میدیدیم حوثی ها موشک میزنن یا مثلا از جاهای دیگه موشک زده میشه، حماسی ها موشک میزنن، ولی الان دیگه خود سپاه اومده رسما موشک میزنه و اعلام میکنه کار ماست. یعنی خیلی رو دیگه داره تمام اون خطاها و تمام اون چیزهایی که به ضرر کشوری داره انجام میشه توسط سپاه. بنابراین وقتی خودش با این شرایط با سعی میکنه نشون بده که چطور لیست باشد چه در لیست نباشد، اون کارهای خودشو انجام میده، چون مثلا به طور طبیعی الان که بحث اینه که سپاه از لیست خارج شه و اونا میگن نه یا حالا آره، خب بالاخره من به عنوان سپاه باید یه اعمال و حرکاتی از خودم نشون بدم که خطرم رو کمتر نشون بدم دیگه، که نه ما کاری به جای کسی کاری به کاری کسی نداریم، با کشورهای دیگه کاری نداریم، ما مشکل حالت تهاجمی نداریم، اگرم از موشک ها استفاده میکنیم فقط تدافعیه، به هر حال بعد حداقلش این ظاهری از خودمون نشون بدیم. ولی میبینیم نه، برعکسه، این خودش نشون میده انگار خود سپاه هم دوست نداره از لیست تحریم ها خارج بشه، چون حداقل توی شرایط نباید این کارا رو بکنه. لو شاید هم نمیدونم بخشی از سپاه دارن این کارو میکنن که با برجام مثلا مخالفن، بنابراین اینا خودشون دوست نداره از این لیست خارج بشه. منم فکر نمیکنم خروج سپاه از این لیست به نفع ما باشه، یعنی ما منظورم ایران، به نفع منافع ملی ایران، به نفع جامعه ما باشه، چون به هر حال چیزی که ما الان از سپاه داریم نصیب جامعه ما میشه منفیه، مثبت نیستش کدومش، و خب این بعد متوقف بشه بالاخره یه جای دیگه.